نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 21 صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم شبیه خانی که بعضاً مردان در نقش حضرت زینب و یا زنان در نقش حضرت عباس یا حضرت علی اکبر ظاهر می شوند فرمودند، مرحوم میرزای نائینی این گونه تشبه ها را بلا اشکال دانستند، چون دلیل برای حرمت تشبه در این رابطه ظهور در اطلاق ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند این مسئله محل اختلاف است و عده‌ای از فقها به ظهور روایات عمل نکردند، لذا در این مسئله اقوال متعدد وجود دارد. بنابراین عده‌ای احتیاط وجوبی و عده‌ای احتیاط استحبابی در این زمینه نمودند. ایشان در رابطه با حکم استفاده طبل در عزاداری ها فرمودند، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به این مسئله اشاره نمودند که وسایلی که هم برای حلال و هم حرام استفاده می شود، استفاده از آنها در عزاداری ها اشکال ندارد و باید آن وسیله مختص به فعل حرام نباشد. از آنجا که طبل هایی که در عزاداری ها نواخته می شود مختص به حرام نیست و اتفاقا مخصوص عزاداری است، استفاده از آنها هیچ اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. لازم نه، ما لازم نیست ائمه داشتن یا نداشتن، نه نه. ببینید وسیله‌ای که خاصه به حرام اون حرومه، اما وسیله‌ای که خاصه مثل چاقو مثل تیر باش مظلوم میکشن، باش ظالم هم میکشن، وقت این حرام نی خودش، استفادهش در حرام حرامه، اما استفادهش در حلال، این طبل و بوق و سنج و این چیزا، نه چیزی احدی اشکال در اینا نکرده. شاید اینا باشه، اگر نه ما هستیم و به نتیجه کبریات ادله، در کبریات ادله چیزی که خاص به حرامه، آها حرامه، اما چیزی که یستفاد فی الحرام و یستفاد فی الحلال، استفادهش در حرام حرامه، نه استفادهش در حلال. همین شاید به خاطر مثلا ایزا، به خاطر اینجور چیزا گاهی بوده. اونا مراجع که نبودن، حالا کل کسایی بودن که عالم شاید بوده اما به نتیجه فقیه جامعه شرایط شاید نبوده.